فصل نهم، پایان دادن به تعلل و مسامحه کاری. آیا شما مسامحه کارید؟ اگر شبیه بسیاری از مردم باشید، پاسختان آری خواهد بود، مگر آنکه بر حسب تصادف گرفتار آن نگرانی هایی که با به تعویق انداختن کارها پیش می آید نشوید. ممکن است متوجه شوید عمدن بسیاری از کارهایی را که مایل به محقق شدن آنها هستید به تأخیر می اندازید. با این حال و بنا به دلایلی باز آنها را مسکوت بگذارید. این مسامحه کاری خسته کننده ترین وجه زندگی است. اگر در شرایط بدی باشید به ندرت پیش می آید که به خود نگویید می دونم که باید این کار را انجام بدهم اما گذاشتم برای آخر. در مورد این باور غلط شما، یعنی به تأخیر انداختن کارها، سرزنش کردن عوامل بیرونی کم لطفی است. همه به خود شما مربوط است. به تأخیر انداختن کارها و رنجی که از این تعلل نصیبتان می شود. تعلل و مسامحه کاری در واقع یک باور غلط جهانی است. تعداد کمی از افراد می توانند صادقانه بگویند که اهل تعلل نیستند، به رغم این واقعیت که چنین روشی در دراز مدت کاملا خطرناک است. درست مانند سایر باورهای غلط، چیز خطرناکی در خود این رفتار وجود ندارد. در واقع به تأخیر انداختن وجود خارجی ندارد. شما یا کاری را انجام می دهید یا نمی دهید و آنهایی را که انجام نمی دهید در واقع کارهایی هستند که نمی کنید، نه اینکه آنها را به تأخیر می اندازید. این تنها واکنش های عاطفی جانبی و بی تحرکی و سکون ناشی از مسامحه کاری است که به رفتارهای روان رنجورانه منجر می شود. اگر حس می کنید می توانید انجام کاری را که دوست دارید بدون احساس گناه یا خشم یا تأسف به تأخیر بیاندازید، پس چنین کنید و این فصل کتاب را پشت سر بگذارید. با این همه برای بسیاری مسامحه کاری نوعی گریز تمام عیار از همین لحظه است که در آن زندگی می کنند. سه عبارت روان رنجورانه‌ای که به عنوان عوامل پشتیبانی برای ادامه رفتار توأم با تعلل به شما کمک می‌کنند. 1. امیدوارم کارها به نتیجه برسد. 2. آرزو می‌کنم اوضاع و احوال بهتر شود. 3. ممکن است وضع رو به راه شود. شما شادی تأخیری‌ها را دارید. تا زمانی که از عباراتی مانند ممکن است، آرزو می کنم یا امیدوارم استفاده می کنید، ناچار نیستید کاری انجام دهید. این امیدوار بودن و آرزو کردن نوعی اتلاف وقت است. رویاهای احمقانه اهالی سرزمین پریان هیچ اندازه از این دو نمی تواند کاری را محقق سازد. عباراتی برای گریز راحت و بی درد سر از اینکه ناچار شوید آستینهایتان را بالا بزنید و کارهایی را که در فهرست فعالیت‌های زندگیتان حائز اهمیت است انجام دهید. می توانید هر کاری را که در فکرتان مصمم به انجام آن هستید انجام دهید. شما قدرتمند و صاحب صلاحیت هستید، نه شکننده و آسیب پذیر. اما با به تأخیر انداختن کارها برای زمانی در آینده وارد قلمرو واقعیت گریزی، خود تردیدی و از همه مهمتر خود فریبی می شوید. مسامحه کاری به معنای عدم استفاده از تواناییتان در زمان حال و امیدواری به بهبود اوضاع و احوال در زمان آینده است. رخوت و خمودگی به عنوان روشی برای زندگی. در اینجا به جمله اشاره می کنم که می تواند باعث رخوت و سستی شما در حال حاضر شود. صبر می کنم اوضاع بهتر خواهد شد. برای بسیاری این یک روش زندگی است. کاری را به تأخیر انداختن برای روزی که ممکن است هرگز از راه نرسد.
زمان یکی از آخرین موکلانم به نام مارک نزد من آمد و از زندگی نچندان لذت بخش زناشویی شروع به شکایت کرد. مارک در دهه 50 زندگیش قرار داشت و تقریبا 30 سال می شد که ازدواج کرده بود. به محض آنکه شروع به صحبت درباره ازدواجش کردیم، معلوم شد که شکایت او ریشه دار و قدیمی است. او بلافاصله گفت که زندگی زناشویی‌ام هیچ وقت خوب نبود، حتی از همان اول. از مارک پرسیدم چه چیز باعث شده این همه سال این بدبختی را تحمل کند. او اعتراف کرد: امیدوار بودم اوضاع و احوال بهتر شود. تقریباً 30 سال امیدواری و هنوز مارک و همسرش احساس بدبختی می‌کردند. ضمن اینکه درباره زندگی مارک و مشکلات زناشویی‌اش صحبت کردیم، او به ضعف جنسی‌اش نیز اشاره کرد که ریشه‌ای تقریباً 10 ساله داشت. از او پرسیدم آیا دنبال راه چاره‌ای بودی؟ جوابش نبود. او از عشق بازی پرهیز می‌کرد و امیدوار بود این مشکل به خودی خود حل شود. مارک توتیوار همان جمله را تکرار کرد که مطمئن بودم اوضاع بهتر خواهد شد. مارک در زندگی زناشویی‌اش نمونه رایج یک رخوت و خمودگی بود. او برای رفع مشکلش اقدامی نمی کرد و چنین توجیه می نمود: اگر صبر کنم و کاری انجام ندهم، ممکن است مشکل خود به خود حل شود. بالاخره مارک فهمید که مسائل به خودی خود حل نمی شوند، بلکه دقیقاً به همان شکل باقی می مانند. در بهترین شرایط آنها تغییر می کنند، اما بهتر نمی شوند. اوضاع و احوال به تنهایی بهبود نمی یابند. اگر زندگی شما بهتر شده، به این دلیل است که برای بهبود آن کار سازنده ای انجام داده اید. بیایید نگاهی دقیق‌تر به این رفتار مسامحه‌کارانه بیاندازیم و ببینیم چطور با راه‌حل‌های ساده می‌توانیم آنها را از سر راه خود برداریم. این حوزه‌ای است که شما می‌توانید بدون کار فکری سنگین آن را پاک و نظیف کنید، زیرا چیزی است که به تنهایی برای خود ایجاد کرده اید. بدون هیچ پشتیبانی فرهنگی که مشخصه بسیاری از باورهای غلط است. نحوه عمل مسامحه کاری. دونالد مارکیز مسامحه کاری را هنر حفظ کردن دیروز نامیده. به این جمله باید این را اضافه کنم: اجتناب از امروز. این است نحوه عمل تعلل و مسامحه کاری. مطمئناً کارهایی هست که مایل به انجام آن هستید، نه به دلیل اینکه دیگران آن را دستور دادند، بلکه به این دلیل که آگاهانه انتخاب کرده اید. با این همه بسیاری از آنها را به رغم اینکه به خود میگویید خیال دارید آنها را انجام دهید، کنار میگذارید. تصمیم به اینکه کاری را که میتوانید اکنون انجام دهید به آینده موکول کنید، نوعی جانشین قابل قبول برای انجام آن است و به شما اجازه میدهد که خود را فریب دهید که به تأخیر انداختن انجام کار فعلیتان مسامحه کاری نیست. یک روش سودمند که چنین نتایجی به بار می آورد: می دانم که باید این کار را انجام بدم، اما می ترسم خوب از عهده‌اش بر نیایم. یا من این کار را دوست ندارم، به خاطر همین به خودم می گم که بعداً انجامش می دم. اینجوری دیگه ناچار نیستم قبول کنم که نمی خوام این کار را انجام بدم و راحت تر می تونم خودم را بپذیرم. این نوعی منطق سفسطه آمیز برای وقتی است که می‌خواهید از انجام کاری که برایتان ناخوشایند و دشوار است سر باز زنید. اگر فردی هستید که به نوع خاص زندگی می‌کنید و می‌گویید می‌خواهید در آینده نوع دیگری زندگی کنید، چنان مسامحه کاری‌های پوچ و بی‌معنی است. شما در واقع کسی هستید که همواره انجام کار را به وقت دیگری موکول می کنید و هرگز کاری را انجام نمی دهید. البته مسامحه کاری درجات مختلفی دارد. ممکن است کارها را تا زمانی معین عقب بیاندازید و تا قبل از ضرب الاجل آنها را به اتمام برسانید. نوعی خودفریبی. اگر برای انجام کار مدت کمی در نظر بگیرید، بعد می توانید با گفتن اینکه فرصت کافی نداشتم، کار سرهم بندی شده نه چندان کامل خود را توجیه نمایید.
می دانید که افراد پرمشغله کارهای خود را به موقع انجام می دن. اما اگر وقت زیادی را به شکایت درباره فرصتی که در اختیار دارید بگذرانید، بنابراین در لحظه فعلی فرصتی برای انجام کار نخواهید داشت. به تأخیر انداختن کار به عنوان یک سبک زندگی روشی است که می توانید به کمک آن از انجام کاری تفره بروید. کسی که عملگرا نباشد معمولاً منتقد است. کسی است که عقب می نشیند و به تماشای عملگرایان مشغول می شود و سپس با حالتی فیلسوفانه درباره نحوه کارشان اظهار نظر می کند. انتقاد کردن آسان و عمل کردن به دلیل آنکه مستلزم تلاش، خطرپذیری و تغییر کردن است دشوار می باشد. فرهنگ ما لبریز از انتقاد است. ما حتی برای شنیدن انتقاد پول می پردازیم. ضمن دقت به خود و افرادی که دوروبرتان هستند، یاد داشتی تهیه کنید که چقدر از مراودات اجتماعی صرف انتقاد می شود. چرا؟ زیرا به مراتب ساده تر است درباره چگونگی کاری که کسی دیگری انجام می دهد حرف بزنیم تا اینکه خود وارد عمل شویم. انتقاد سازنده می تواند مفید باشد، اما اگر شما به جای عملگرایی نقش یک منتقد را بر عهده گرفته اید، باید بدانید که رشد نخواهید کرد. علاوه بر آن، شاید از انتقاد و ارزیابی فعالیت دیگران به عنوان وسیله‌ای برای تبرئه خود و ناکارآمدی‌هایتان استفاده می‌کنید. باید بیاموزید که از مقصریابی و انتقاد صرف نظر کنید. اولین راه حل این است که چنین رفتارهایی را در خود بشناسید و آنها را به کلی کنار بگذارید. به این ترتیب خواهید توانست به جای یک منتقد مسامحه کار به فردی عملگرا بدل شوید. زندگی هیچ وقت ملال‌آور نیست، اما برخی از افراد خودشان بی‌حوصلگی را انتخاب می‌کنند. مفهوم کلی بی‌حوصلگی یعنی عدم توانایی استفاده مفید از لحظه‌ای که در آن زندگی می‌کنید. بی‌حوصلگی نوعی انتخاب است، چیزی که شما آن را به دیدار خود دعوت می‌کنید. شکل دیگری از خود ویرانی که البته می‌توانید آن را از زندگی خود کنار بگذارید. وقتی کاری را عقب می‌اندازید، یعنی به جای انجام کاری لحظه فعلی خود را به بیکاری می‌گذرانید. بیکاری سبب بی‌حوصلگی‌تان می شود. در چنین شرایطی شما دلیل بی‌حوصلگی خود را به دوروبرتان مربوط می سازید. این شهر واقعا دلگیره. یا چه سخنرانی کسالت آوری. شهر یا گوینده هیچ یک کسالت بار نیستند. این شمایید که احساس کسالت می کنید. شما می توانید با بکارگیری ذهن و انرژیتان در آن لحظه این احساس را برطرف سازید. ساموئل باتلر گفته فردی که به خود اجازه می دهد احساس بی‌حوصلگی کند به مراتب بیش از خود بی‌حوصلگی قابل سرزنش است. اگر کاری که می‌خواهید همین حالا به مورد اجرا بگذارید یا از ذهنتان به شکل خلاق همین حالا بهره گیرید، می‌توانید مطمئن شوید که هیچ وقت بی‌حوصلگی به سراغتان نخواهد آمد. طبق معمول حق انتخاب با شماست. بعضی رفتارهای مسامحه کارانه رایج. در اینجا به حوزه‌های اشاره می‌کنیم که در آن تعلل کردن بسیار ساده تر از وارد عمل شدن است. مثلا ادامه دادن به شغلی که در آن احساس می کنید قادر به پیشرفت نیستید. ادامه روابطی که به شکست انجامیده می شود. خودداری از تلاش برای رفع دشواری های روابط متقابل، از جمله عشق ورزیدن، خجالتی بودن یا ترس بیمورد و انتظار برای بهبود آنها. عدم مقابله با اعتیادهایی از قبیل اعتیاد به الکل، مواد مخدر، قرص یا سیگار و گفتن اینکه هر وقت آمادگیش را داشتم میذارمش کنار. در حالی که خود میدانید این کار را به تأخیر میاندازید چون مطمئن نیستید که بتوانید این عادت را ترک کنید.
به تأخیر انداختن کارهای سخت و در عین حال کم اهمیت از جمله نظافت، تعمیرات، خیاطی، چمنزنی، نقاشی و کارهای از این قبیل مشروط بر اینکه واقعاً به انجام دادن یا ندادن آن اهمیت دهید. گویی اگر به قدر کافی صبر کنید این کارها خودشان انجام خواهند شد. اجتناب از مواجهه با دیگران. با نگرانی از تغییر محدوده جغرافیای زندگیتان تمام عمر خود را در همانجا به سر میبرید. کوتاهی در گذراندن یک روز با یک ساعت یا یک ساعت با فرزندانتان به دلیل کار زیاد و درگیر بودن در مسائل مهم در حالی که میتواند برایتان نیز لذت بخش باشد. تصمیم به شروع رژیم غذایی از فردا یا هفته بعد چون به تأخیر انداختن آن به مراتب ساده تر از شروع آن است. توسل به خستگی یا خوابالودگی برای اجتناب از انجام کاری. تعارض آن هم وقتی که ناچارید با کار پردردسری روبرو شوید. هیله من فرصت این کارها را ندارم. توجیهیست برای این که به دلیل برنامه‌های سنگین از انجام کاری تفره بروید که البته همیشه کارهایی که مایل به انجام آن هستید نیز جزو آنهاست. به شکلی مداوم در انتظار تعطیلات بودن و یا رفتن به سفر رویایی در آینده. انتقاد و خردگیری از دیگران برای پنهان کردن تفره رفتن‌های خود. امتناع از انجام هر نوع آزمایشات پزشکی در زمانی که از نظر جسمی دچار مشکل شده اید. نگرانی از نزدیک شدن به کسی که به او علاقه مندید یا چیزی که مایل به انجام آن هستید اما منتظر و امیدوارید خود به خود حل شود. در تمام لحظات زندگی احساس کسالت و بی‌حوصلگی می کنید. برنامه ریزی بدون عمل کردن به عنوان یک رفتار همیشگی، یعنی این که به زودی قرار شروع کنم حالا هفته بعد. زندگی کردن به خاطر فرزندان و به تأخیر انداختن لذت‌های خود. چطور میتونیم وقتی نگران هزینه تحصیل بچه ها هستیم مسافرت بریم؟ حالا روش‌هایی برای کنار گذاشتن رفتارهای مسامحه کارانه. تصمیم بگیرید هر بار فقط 5 دقیقه زندگی کنید. به جای کارهای دراز مدت به همین حالا فکر کنید و سعی نمایید در همین 5 دقیقه هر کاری که دلتان می‌خواهد انجام دهید. بنشینید و انجام کاری را که به تعویق انداخته بودید آغاز کنید. از خود بپرسید اگر این تعلل را کنار بگذارم بدترین چیزی که ممکن است برام پیش بیاد چه خواهد بود؟ جوابش آنقدر بی اهمیت است که مطمئناً بلافاصله دست به کار خواهید شد. برای خود ضرب العجلی در نظر بگیرید. مثلا چهارشنبه از ساعت 10 شب تا 10:30 منحصراً به کاری بپردازید که آن را کنار گذاشته بودید. با خود فکر کنید که بسیار مهمتر از آنی هستید که وقتتان را به نگرانی درباره کارهایی که باید انجام دهید بگذرانید. دفعه بعد وقتی حس کردید که این کارهای عقب افتاده موجب نگرانیتان می شوند به یاد بیاورید کسانی که خود را دوست دارند خودشان را این گونه عذاب نمی دهند. به دقت به لحظه فعلی خود توجه کنید. ببینید در حال حاضر از چه چیزی فرار می کنید و سعی کنید ترس از زندگی مفید را کنار بگذارید. تعلل یعنی گذراندن زمان حال با نگرانی درباره مسائل آینده. اگر آن مسائل اکنون اتفاق بیفتند پس نگرانی به طور قطع از میان خواهد رفت. سیگار کشیدن را کنار بگذارید همین حالا. رژیم غذاییتان را شروع کنید همین لحظه. مشروب خوری را کنار بگذارید همین ثانیه. این کتاب را زمین بگذارید و شنا رفتن روی زمین را آغاز کنید. این گونه است که مسائل خود را حل می کنید. با دست به کار شدن در همین لحظه این کار را بکنید. تنها چیزی که مانعتان می شود خود شما هستید و آن انتخاب های روان رنجورانه که باعث می شود باور کنید آنقدرها که فکر می کنید قوی نیستید.
به همین سادگی. فقط شروع کنید. سعی کنید از ذهن خود به شکل خلاقانه در شرایطی که قبلاً به نظرتان کسالت آور می آمد کمک بگیرید. نگاه دقیقی به زندگیتان بیاندازید. اگر می دانستید قرار است فقط 6 ماه دیگر زنده بمانید، باز همین کارها را می کردید؟ اگر نه، بهتر از کارهای مورد علاقتون را شروع کنید، چون به تعبیری این تنها چیزی است که در اختیار دارید. اگر وقت نامحدودی برای خود در نظر بگیرید، 6 ماه یا 30 سال تفاوتی نخواهد کرد. همه زندگیتان صرفاً یک ذره است و عقب انداختن کار تأثیری بر آن ندارد. شهامت این را داشته باشید که مسئولیت کاری را که قبلاً از انجام آن تفره می رفتید بر عهده بگیرید. یک عمل شجاعانه تمامی ترس و نگرانی ها را برطرف می سازد. فکر این که باید کار را به صورت بی نقص و عالی انجام دهید کنار بگذارید. به خود یادآوری نمایید آنچه اهمیت دارد انجام کار است. تصمیم بگیرید تا قبل از رفتن به رخت خواب احساس خستگی نکنید. به خود اجازه ندهید به بهانه خستگی یا کسالت کاری را به تعویق بیاندازید. به تدریج متوجه خواهید شد وقتی بهانه بیماری یا خستگی را به عنوان عاملی برای گریز از انجام کار کنار بگذارید، مشکلات جسمی به شکلی معجزه‌آسا ناپدید می شوند. عبارات آرزو می کنم، امیدوارم، ممکن است را از مکالمات خود حذف کنید. دفتری تهیه کنید و رفتارهای شکوه آمیز یا انتقاد آمیز خود را در آن یادداشت نمایید. اگر خیال دارید کاری را کنار بگذارید که شامل حال افراد دیگر نیز می شود، جلسه ای تشکیل دهید و از همه افراد درگیر در مسئله بخواهید نظر خود را ابراز دارند. شجاعت این را داشته باشید که درباره ترس‌ها و نگرانی‌هایتان صحبت کنید و ببینید آیا فقط به دلیل افکاری که در سر دارید مسائل را به تعویق می‌اندازید. با افراد مورد علاقه خود در مورد چیزهایی که مایلید به آنها بدهید اما آنها را به تأخیر می‌اندازید قراردادی امضا کنید. اگر می‌خواهید دنیا تغییر کند، راجع به آن شکوه و شکایت نکنید. به جای آنکه اوقات فعلی خود را به سکون و بی‌تحرکی و نگرانی درباره کارهای عقب افتادتون بگذرانید، کاری انجام دهید. مسئولیت این باور غلط را بر عهده بگیرید و برای همین حالا زندگی کنید. سعی نمایید عملگرا باشید، نه فقط امیدوار، آرزومند یا منتقد.